اویو جویز است که مرد برنامه هایی که راویانش زنهای برهنه یا حجاب دارند تماشا کند. سوال: آیا جایز است که مرد برنامه های سیاسی یا غیر سیاسی که راوی هایش زنهای برهنه و یا حجاب داره که حجابشان احتیاج به حجاب دارد تماشا بکنند، یا که بعضی مسابقه هایی که در آن زنان برهنه اشتراک میکنند تماشا بکند؟ و آیا جایز است که شیخ ها در برنامه هایی که راوی هایش زنهای برهنه بلکه در این برنامه مهمان زنها نیز هستند اشتراک کنند؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار. اولا الله سبحانه و تعالی همه بنده های مؤمنش را امر نموده است که چشمان خود را از نظر کردن به عورت ها و نامحرمان فرو گیرند. الله تعالی در سوره نور آیت 30 و 31 فرمود که به مردان مؤمن بگو تا چشم های خود را از نظر کردن به نامحرمان فرو گیرند و شرمگاه خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است. هر آینه الله به آن کارهایی که میکنند آگاه است. و به زنان مؤمنه بگو که چشم های خود را فرو گیرند و شرمگاه خود را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار نکند. سوره نور آیت 30 و 31. ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیت گفته است: این امر از جانب الله تعالی به بنده های مؤمن است که چشمان خود را از آن چیزی که بر آنها حرام گردانده است فرو گیرند. تنها به آن چیزی که به آنها روا گردانده است نظر کنند و چشمان خود را از نامحرمان فرو دارند. اگر ناگهان چشمشان به نامحرم برخورد، پس باید زود چشم خود را برگردانند. پایان سخن از کتاب تفسیر ابن کثیر جلد 6 صحیفه 41. دوم، لازم است که اینجا درباره شناخت حدود عورت گزارش بدهیم. امام قرطبی رحمه الله گفته است: مسلمانان همه اجماع نمودند که شرمگاه های مرد و زن عورتند. زن باید تمام بدنش به جز از روی و دستانش عورت می باشد. اما در بابت دست رو عالمان بین هم اختلاف کردند. پایان سخن از کتاب تفسیر قرطبی جلد 12 صفحه 237 و کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد جلد 1 صفحه 99. سوم، از آن چیزی که در بالا ذکر شد معلوم گشت که تمام بدن زن بجز از روی و دو کف دست نسبت مرد بیگانه عورت است. این با در نظر داشت اختلاف که در این دو یعنی روی و کف دستان وجود دارد می باشد. در صحیح مسلم از ابو سعید خدری رضی الله عنه ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: مرد به عورت مرد و زن به عورت زن نظر نکند. امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث گفته است: حکم هایی که از این مسئله گرفته می شود این هایند: نظر کردن مرد به عورت مرد و نظر کردن زن به عورت زن حرام بوده، در این مسئله اختلاف نیست. همچنین نظر کردن مرد به عورت زن و نظر کردن زن به عورت مرد به اجماع علما حرام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ان نظر کردن مرد به عورت مرد و زن به عورت زن سرزنش نموده است و این مسئله یعنی نظر کردن مرد به عورت زن و نظر نمودن زن به عورت مرد از باب اولا حرام تر است. سپس امام نووی رحمه الله گفته است: اما در بابت نظر نمودن مرد به زن باشد، تمام بدن زن برای مرد حرام است. پایان سخن از کتاب شرح صحیح مسلم امام نووی. خلاصه از گفته های بالا این است که با اجماع علما بدن زن به جز از رو و دو کف دست که نسبت این دو اختلاف معتبر وجود دارد همش عورت می باشد. اینچنین با اجماع علمایی که در بالا ذکر نمودیم به عورت زن نظر کردن حرام بوده، اگر چند آن نظر شهوانی و از فتنه ایمین هم باشد حلال نیست. اما در مسئله به شهوت نظر کردن و روی و یا دو کفی دست زن اختلاف کردن. رأی صحیح نظر کردن را به دست روی اگرچه به شهوت هم که باشد حرام میگوید، مگر در حالت های ضروری و مانند هنگام خواستگاری نظر کردن. از وقتی که این را فهمیدیم و حال راویان برنامه
برنامه‌های تلویزیونی و برهنگی زیب آرایش آشکار و رسواگی و قصدن ظاهر نمودن زینت‌هایشان به ما واضح گشت. در این حالت باید دانیم که از روی اصول متن‌های شریعت و سخن‌های اهل علم که آن را در این مسئله اقرار نمودن برمی‌آید که رأی صحیح نظر نکردن و چنین راویان بده حکم آن حرام می‌باشد. اگر چند شخصی نظر کننده بگوید که او از فتنه ایمن است و با شهوت نظر نخواهد کرد، در اشتراک کردن زنان در چنین برنامه ها نظر به نامحرمان و آمیزش بیشتر بین مرد و زن وجود دارد. منفعت های شرعی چنین برنامه ها را با راه های دیگر که در آن نظر به نامحرمان و آمیزش زن و مرد وجود ندارد به دست آوردن ممکن است. الله سبحانه و تعالی داناتر است.